این عملیات از چند روز پیش در مارجه برا افتاده بود و گفته می شود که نیروهای کماندوی اردوی ملی نقش بیشتری را در آن داشتند. وزارت دفاع ملی مارجه را منطقه می خواند که از آن بیشتر برای تولید و قاچاق مواد مخدر کار گرفته می شود. و گفته این وزارت شیوه عملیات اخیر در مارجه به گونه‌ای بود است که مخالفان نتوانستند مواد مخدری را که در این منطقه موجود بود از آنجا انتقال بدهند. بزرگترین معمولی مواد مخدر شاید در چند سال اخیر در من در تمام دنیا، یعنی بیش از 100 تن مواد مخدر از اون خوش یا تخم تریاک، تریاک، هروئین، مورفین، مواد کیمیایی در اینجا منادم شده که یک دستاورد بسیار بزرگه. در حالی که تلفات مخالفان مسلح دولت در این عملیات سنگین عنوان شده است، سخنگویان طالبان در تماس با رسانه آماره را شده از این تلفات را رد کردند و در مقابل ادعای رساندن تلفات را به نیروهای افغان و خارجی نمودند. اما وزارت دفاع ملی تاکید می‌ورزد که در این عملیات نیروهای افغان و خارجی تلفاتی نداشتند. یک ساعت اکسات مانده، خوب تحقیقات جریان داره که یک ساعت از کی هست و کیا هستن و مجرد مشخص شدن هویت اینا باز طبعا اعلان میشه. در حال حاضر چهار ولسوالی در ولایت هلمند در اشغال طالبان هستند و چون این گمان زنی میشود که با مستقر شدن نیروهای بیشتر خارجی در جنوب کشور، حکومت افغانستان برنامه‌ای را برای پس گرفتن این ولسوالی‌ها روی دست بگیرد.